سلام بر شما به بخش خبر تلویزیون ایران فردا خوش آمدید من فریبا شیروزی هستم قانون وضعیت ملی اضطراری آمریکا برای سی و, و بار در مورد ایران تمدید شد این قانون مبنای بسیاری از تحریم های آمریکا علیه ایران است دو سناتور آمریکایی نیز در پی طرحی برای تشدید تحریم ها در صورت شکست مذاکرات هسته هستند از سوی دیگر جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده به یک بازرس آژانس اتمی به علت ملیت وی روادید نداده است باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه 21 آبان ماه وضعیت ملی استراری در رابطه با ایران را برای یک سال دیگر تمدید کرد. وضعیت ملی استراری نخستین بار 35 سال پیش در زمان گروگانگیری در سفارت آمریکا در تهران توسط جیمی کارتر رئیس جمهور وقت آمریکا اعلام شد. وضعیت ملی استراری مبنای قانونی بخش عمده از تحریم های آمریکا علیه ایران است. این قانون لازم است هر سال با امضای رئیس جمهور آمریکا تمدید شود. در غیر این صورت ملغا اعلام می شود. این نخستین بار است که این قانون پس از انجام توافق اولیه اتمی میان ایران و قدرت های جهانی تمدید می شود. اوباما در نامه خود به کنگره آمریکا همچنان عادی نشدن رابطه ای ایران و آمریکا را علت تمدید وضعیت ملی اضطراری خواند او همچنین به قطعنامه الجزایر که به آزادی 52 گروگان آمریکا پس از 444 روز منجر شد اشاره کرد و گفت مفاد این قطعنامه هنوز به طور کامل اجرا نشده است اوباما هفته گذشته تصریح کرد که تحریم ها علیه ایران تاثیرات واقعا فلش کننده ای بر اقتصاد این کشور داشته است و ایران را مجبور کرده بر سر میز مذاکرات بشیند او افزود اینکه واقعا بتوانیم بر سر پرونده هسته با این کشور به توافق نهایی برسیم موضوعی است که در سه تا چهار هفته آینده مشخص می شود در همین حال دو تن از سناتورهای آمریکایی روز سهشنبه 20 آبان ماه طرحی علیه ایران تنظیم کردند که بر اساس آن قرار است در صورت عدم دستیابی به توافق جامعه نهایی در پرونده اتمی ایران تحریم های شدیدی علیه تهران صادر شود. به گزارش رویترز، رابرت منندز، سناتور دموکرات و مارک کرک، سناتور جمهوری خواه، بیان کردند توافقی خوب است که بتواند محدودیت های سخت گیرانه ای بر تحقیقات و توسعه و مبادلات اتمی ایران وضع کند و تا دهه رژیم بازرسی دقیقی را در رابطه با پرونده اتمی ایران تعریف کند. این دو سناتور در بیانیه خود که چهارشنبه صادر شد اعلام کردند در صورتی که توافق احتمالی به چنین اهدافی دست نیابد با همکاران خود در کنگره برای اقدامی مصمم وارد عمل خواهند شد. بر اساس گزارش ها بسیاری از اعضای کنگره آمریکا نسبت به نتیجه بخش بودن مذاکرات بدبین هستند و پیروزی جمهوری خواهان در انتخابات میان دوره‌ای آمریکا شرایط را دشوارتر کرده است. جن ساکی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا درباره اظهار نظرهای قانونگذاران آمریکا در نشستی خبری اعلام کرد که قانونگذاران هنوز از مفاد توافقنامه نهایی اطلاعی ندارند چرا که مذاکرات هنوز در جریان است و هنوز توافقی حاصل نشده است مهمترین مسئله مورد اختلاف دو طرف تعداد سانتریفیوش های فعال ایران و نیست زمانبندی لغو تحریم هاست. از اظهار نظرها و گزارش های منتشر شده اینطور برمی آید که درباره تعداد سانتریفیوژها ها توافقاتی حاصل شده اما از آنجا که ایران خواهان لغو تمامی تحریم ها در یک مرحله است و قرب برنامه زمانبندی برای این امر ارائه کرده این مورد بزرگترین مانع بر سر توافق نهایی برشمرده می شود در همین حال جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه 21 آبان ماه اعلام کرد به یک بازرس آژانس اتمی به علت ملیت وی روادید نداده است. رضا نجفی نماینده دائم ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی که با خبرگزاری رویترز گفتگو می کرد از اعلام ملیت این فرد خودداری کرد. دیگر دیپلومات های مرتبط با رویترز خبر دادند که فرد مسکور که درخواست ورودش به ایران پنج بار رد شده آمریکایی و از متخصصان تسلیحات اتمی است. به گفته نجفی، موضوع عدم صدور ویزا برای فرد یاد شده هیچ ارتباطی به پرونده اتمی ایران ندارد و تنها مرتبط با ملیت این فرد است. وی گفت تصمیم گیری در مورد ورود افراد به کشور حق ایران است. او گفت ایران به دیگر اعضای آژانس اجازه ورود داده است. بنابر گزارش آژانس، برای اینکه این نهاد قادر باشد تمام ابعاد برنامه هسته ای ایران را به صورت موثر بررسی کند حائز اهمیت است که همه اعضای هیئت ازامی به ایران با تخصصهای ضروریشان در تحقیقات فنی حاضر باشند همزمان ایران تاکید کرده که نسل جدیدی از سانتریفیوش ها را آزمایش کرده است مرزی افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران درباره اینکه آیا تزریق گاز به سانتریفیوژ متوقف شده است یا خیر خبری نداد اما واشنگتن روز دوشنبه خبر داده بود که اخیرا تزریق گاز متوقف شده است از سوی دیگر رضا نجفی روز چهارشنبه در وین به خبرگزاری رویترز گفت آزمایش انجام شده عادی است و ایران آزمایش های از این دست را ادامه خواهد داد دور جدید مذاکرات اتمی با ایران روز سهشنبه در عمان صورت گرفت این در حالی است که کمتر از دو هفته به پایان مهلت دستیابی به توافق نهایی فرصت باقی است ایران و گروه پنج به علاوه یک تا سوم آذر ماه فرصت دارند تا به توافقی نهایی بر سر مسئله هسته ایران برسند غرب ایران را متهم می کند از فعالیت های اتمی خود اهداف تسلیحاتی دارد. ایران همواره این اتهام را رد کرده و گفته است برنامه اتمیش صلح‌آمیز است. نرگس محمدی فعال حقوق بشر در نامه به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران توضیحاتی را در خصوص بازجویی نیروهای امنیتی از او در دادسرای اوین ارائه کرده است. خانم محمدی در این نامه محور سالهای طرح شده توسط بازجویان را فعالیت های مدنیش عنوان کرد فعالیت که به اعتقاد او با وعده‌های های رئیس جمهوری مبنی بر تحقق جامعه مدنی همخوان است. خانم محمدی در این نامه نوشته اعمال فشارهای امنیتی روحی و روانی و اجتماعی بر فعالان مدنی میتواند به انحراف و خارج شدن شهروندان از مدار فعالیت های مدنی بیانجامد و برخی را به انفعال یا اتخاذ حرکت های تند و افراطی وادار کند در رویدادی دیگر پنج روز است که خبری از مهدیه گلرو در دست نیست و چهارم آبان ماه در پی حمله مأموران امنیتی به منزلش بازداشت شد محمد رضا توی سرکنی نماینده ولی فقیه در سازمان بسیج گفته اف میرحسین حسین موسوی و مهدی کروبی در اختیار علی خامنه است و علی متحری نمیتواند در این باره به جای امام جامعه تصمیم بگیرد. وی بی آنکه نامی از علی متحری ببرد وی را آقازاده معرفی کرده که تلاش میکند به جای امام جامعه درباره عفه میرحسین موسوی و مهدی کروبی تصمیم بگیرد. این روحانی محافظ کار افزوده جرم موسوی و کروبی تلاش برای براندازی نظام است اما رعفت نظام اسلامی شامل حال آنها شده است. آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد بیش از سه سال است که بدون محاکمه در حصر خانگی هستند و وعده حسن روحانی برای رفع حصر آنها نیز تا کنون عملی نشده است. محمود علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی از دستگیری افرادی خبر داد که به گفته او در روزهای ماه محرم سال جاری قصد بمبگذاری در شهر مذهبی قوم را داشتند. آقای علوی اشاره به هویت افراد دستگیر شده نکرد. وزیر اطلاعات همچنین گفته است در روز قدس امسال نیز چند برنامه انفجار انتحاری با استفاده از جلیقه در چند مرکز استان کشورمان شناسایی و کشف شد. آقای علوی روز 15 مهر نیز گفته بود از برخورد با گروه های فرقان و کشف و خونسازی محموله های سنگین انفجاری آنها خبر داده و گفته بود این محموله قرار بوده در یکی از شهرهای پرجمعیت و مقدس ایران منفجر شود فرقان یک گروه شبه نظامی فعال علیه حکومت ایران در استان سیستان و بلوچستان است علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با تایید غیر ارسال نامه باراک اوباما به علی خامنه گفته جمهوری اسلامی به برخی از این نامه ها پاسخ داده است و مقامات آمریکایی را به تناقض در گفتار محرمانه و عمومی متهم کرد نامه آقای اوباما به علی خامنه رهبر جمهوری اسلامی که روزنامه وال استریت جورنال از آن پرده برداشت، های بسیاری را در روزهای اخیر به همراه داشته است. این نامه اشاراتی به منافع مشترک دو کشور ایران و آمریکا در برابر گروه خلافت اسلامی یا داعش دارد اما منتقدان دولت اوباما میگویند آمریکا درخواست همکاری با ایران را مطرح کرده است با وجود این کاخ سفید تاکید دارد که سیاست آمریکا در قبال ایران تغییری نکرده و ایالات متحده هیچ گونه همکاری نظامی با ایران در برابر داعش نخواهد داشت محمد رضا سبزالی پور رئیس مرکز تجارت جهانی ایران راهاندازی دفتر مشترک تجاری و بازرگانی ایران و آمریکا را منوط به توافق هسته‌ای تهران با گروه پنج به علاوه یک اعلام کرد آقای سبزالی پور گفته از دو سال پیش تلاش ها برای راه اندازی دفتر مشترک در ایران و آمریکا آغاز شده اما تا زمانی که توافق هسته ای صورت نگیرد بسیاری از برنامه ها محقق نخواهد شد. روزنامه تایمز چند روز پیش در گزارشی از مذاکره سری مقام های ایران و آمریکا برای گشایش یک دفتر بازرگانی آمریکا در ایران خبر داده بود که این خبر از سوی مقام های دو کشور تکذیب شد. صادق آمولی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران پیشنویس قطنامه جدید درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را مورد انتقاد قرار داد و از اعدام افراد زیر 18 سال دفاع کرد قطنامه جدید درباره وضعیت حقوق بشر در ایران چندی پیش از سوی کانادا به کمیته حقوق بشر سازمان ملل ارائه شد صادق آمولی لاریجانی با دروغ خواندن اعدام کودکان میگوید اعدام کودکان زیر 18 سال دروغ محض است اما ما دلیلی نداریم وقتی شخص 17 و نیم ساله جنایتی مرتکب می شود و اکنون به 25 سالگی رسیده است حق اولیای دم برای قصاص را نادیده بگیریم آملی لاریجانی افسود جای سوال دارد مدعیان غربی حقوق بشر برای یک جانی 17 و نیم سال دل می سوزانند اما برای کودکان چند ماهه قزه دلشان نمی سوزد. مدعیان حقوق بشر در هنگام بمباران کورکورانه غزه کجا بودند؟ وی افسود روشن است که ادعاهای حقوق بشری درباره کشور ما یک کار وسیع سیاسی است که قربی ها با کمک امپراتوری رسانیگی خود جفسازی می کنند. احمد شهید مهرماه سال جاری در ششمین گزارش خود اعلام کرد بین ژوئیه 2013 تا جوان 2014 دست کم 852 نفر در ایران اعدام شدند. وی همچنین گفت در سال 2014 هشت نوجوان که سن آنها کمتر از 18 سال بود است اعدام شدند. دبیر کل سازمان ملل نیز در گزارشی که شهری بر ماه سال جاری منتشر شد نگرانی شدید خود را نسبت به افزایش اعدام ها در ایران ابراز کرده بود. سال هاست که اعدام کودکان در ایران محل نزاع فعالان حقوق کودک و دستگاه قضایی ایران است. فعالان حقوق کودک با استناد به پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون جهانی حقوق کودک خواستار آن هستند که جمهوری اسلامی به اعدام کودکان پایان دهد. با این وجود دستگاه قضایی ایران با توسل به آنچه قانون شرع اسلام می نامد ادعا دارد که در ایران هیچ کودکی اعدام نمی شود. آنها نوجوانان محکوم به اعدام را تا 18 سالگی در زندان نگه می‌دارند و بعد از آن حکم اعدامشان را با تصمیم اولیای دم اجرا می کنند. رئیس قوه قضایی ایران همچنین به یکی از بندهای پیشنویس قطعنامه جدید درباره وضعیت حقوق بشر در ایران اشاره کرد و گفت از ما خواسته شده است محدودیت زنها در دانشگاه ها و تصدی مناسب را برداریم که باید پرسید مگر محدودیتی در این زمینه وجود دارد. وی افزود اکنون بانوان در عرصه تحصیل و تدریس همچنین در دولت، مجلس و قوه قضایی حضور دارند. رئیس قوه قضایی ایران در حال این سخنان را بیان می کند که هیچ زنی در ایران جزو رجل سیاسی محسوب نمی شود و به همین دلیل بنا به تشخیص شورای نگهبان حق کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری را ندارد. همچنین نقش زنان در دولت و نهادهای دولتی همچنان بسیار محدود است و بسیاری از دختران به دلیل سهمی بندی جنسیتی و قوانین مربوط به پذیرش بومی سازی در سالهای اخیر از حق تحصیل باز ماندند. در نشست مسئولان بلندپایه قضایی محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضایی نیز در گزارشی سفر هیئت جمهوری اسلامی به شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو را موفقیت آمیز توصیف کرد و گفت این هیئت به تمامی اتهامات و شبهات مطرح شده علیه ایران پاسخ گفته است. در همین راستا هادی صادقی معاون فرهنگی قوه قضایی هم گفت که جمهوری اسلامی با سفر دو گزارشگر تخصصی سازمان ملل در امور حقوق بشر به ایران موافقت کردند. وی ای افسود این تصمیم ایران در جریان اجلاس حقوق بشر ژنو به اطلاع مقام های سازمان ملل رسیده است. صادقی افسوده دو گزارشگر بیطرف و متخصص سازمان ملل سال آینده میلادی برای بررسی وضعیت حقوق بشر به ایران سفر خواهند کرد. این مقام قوه قضایی اضافه کرده ایران احمد شهید گزارشگر فعلی سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران را گزارشگر منصف و بیطرفی نمی داند. بررسی ادواری جهانی وضعیت حقوق بشر ایران روز 31 اکتبر سال جاری در مقر شورای حقوق بشر در شهر ژنو برگزار شد که جمهوری اسلامی ایران در نهایت تصمیم گیری پیرامون پذیرش یا عدم پذیرش پیشنهادهای 108 کشور را به تعویق انداخت. این کشورها 290 توصیه برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه دادند. پس از تقویت بنیه دفاعی و نظامی کردها یگانهای مدافع خلق در کوبانی توانستند راههای مهمی را در جنوب شرق این شهر به کنترل خود درآورند یک سخنگوی این یگانها به خبرگزاری فرانسه گفته در حال حاضر درگیری شدیدی میان کردها و شبه نظامیان داعش بر سر تپههای استراتژیک مشت نور در جنوب کوبانی در جریان است این تپه که در دو کیلومتری جنوب کوبانی قرار دارد از اوایل ماه اکتبر به تصرف داعش در آمده است دو هفته پیش حدود 150 پیشمرگه کرد برای کمک به نیروهای کوبانی از شمال عراق با های سنگین وارد این شهر شدند آمریکا و متحدانش نیز در این فاصله مواضع داعش در کوبانی و حوالی آن را به تناوب بمباران کردند پلیس آلمان در عملیاتی گسترده در شهر کل و اطراف آن نه نفر را به اتهام همکاری با گروه داعش بازداشت کرد. بازداشت شدگان از جمله متهم هستند که با دزدی از مدارس و کلیساها برای داعش پول می‌فرستادند یا هزینه اعزام جوانان آلمانی را برای پیوستن به نیروهای داعش فراهم می‌کردند. به گفته پلیس یکی از بازداشت شدگان یک پاکستانی 58 ساله است و بقیه حدوداً 20 ساله هستند. 20 نفر دیگر نیز در این رابطه مورد سوء زن هستند اما بازداشت نشدند این افراد از ماه می گذشته زیر نظر دستگاه های امنیتی آلمان بودند نرپه سرنگونی یک فروند بالگرد ارمنستان با آتش نیروهای جمهوری آذربایجان ایروان تهدید کرد این اقدام پیامدهای شدید برای باکو خواهد داشت این تحولات نگرانی هایی را در خصوص تشدید تنش ها بر سر بحران قرباق ایجاد کرده است. سرنگونی بالگرد ارمنستان ترین حادثه نظامی در مرز قرباق از زمان آتشپس سال 1994 میلادی تا کنون است. رسانه های ارمنستان گزارش دادند که هر سه خدمه بالگرد این کشور کشته شدند. هیدر عبادی نخست وزیر عراق در جهت مبارزه با فساد مالی و اداری نهادهای نظامی 26 تن از فرماندهان وزارت دفاع این کشور را از پستهای خود برکنار کرد دفتر نخست وزیری عراق در دهم نوامبر سال جاری با اعلام اینکه دولت تصمیم دارد اقدامات اساسی برای مقابله با فساد مالی و اداری در کشور اتخاذ کند تاکید کرده خطر فساد کمتر از تروریسم نیست اسرائیل رئیس هیئت ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل برای بررسی جنگ غزه را به خصومت با اسرائیل متهم و اعلام کرد به همین دلیل به این هیئت اجازه ورود به اسرائیل داده نشده است رئیس کمیسیون یاد شده از منتقدان سیاست های تل‌آویو است شورای حقوق بشر سازمان ملل 23 ژوئیه در نشستی ویژه تصمیم گرفت ارتکاب احتمالی جنایت جنگی اسرائیل و فلسطینیان را بررسی کند در جنگ اخیر اسرائیل و غزه بیش از 2100 فلسطینی و 70 اسرائیلی جان خود را از دست دادند. کمیسیون ویژه این شورا وظیفه دارد دست اندرکاران نقض احتمالی حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق بشر در جریان جنگ غزه را مشخص کند. در حالی که 26 امین نشست استراری شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اوکراین بدون نتیجه خاصی پایان یافته، تنشها در مرز شرقی اوکراین رو به افزایش است و دولت آن کشور میگوید به تغییر موضع نیروهای نظامی خود در اطراف مناطق تحت کنترل جدایی طلبان هوادار روسیه میپردازد. سازمان ناتو گزارش ها مبنی بر افزایش حضور نظامی روسیه در شرق اوکراین را تایید کرد. پیش از این سازمان امنیت و همکاری اروپا و خبرنگاران از انتقال تانک، توپخانه و نیروهای نظامی روسیه به اوکراین خبر داده بودند. مشاهدات نیروهای ناتو پیمان آتلانتیک شمالی حاکی از آن است که کاروانهایی پرشمار از تجهیزات نظامی از روسیه به شرق اوکراین انتقال یافتند. یک فرمانده ارشد ناتو روز چهارشنبه 21 آبان ماه گفت در دو روز اخیر ما همان چیزهایی را دیدیم که سازمان امنیت و همکاری اروپا گزارش کرده است ما کاروانهایی از تجهیزات روسی را دیدیم با خصوص توپخانه، توبخانه سیستمهای پدافند هوایی و نیروهای نظامی روسیه که به اوکراین برده شدند. این فرمانده ارشد ناتو افزوده تعداد دقیق واحدهای نظامی روسیه روشن نیست اما در این مورد اتفاق نظر وجود دارد که تعداد کاروانها بسیار زیاد است روز سهشنبه 20 ماه آبان ماه سازمان امنیت و همکاری اروپا از کاروانی از کامیونهای ارتشی بدون علامت و شماره خبر داده بود که با پنج توپخانه سنگین و پنج موشک انداز در راه دونسک مقر اصلی جدایی طلبان اوکراین بودند چند روز پیش از آن نیز این سازمان و خبرنگاران گزارش داده بودند که کاروانهای نظامی در راه خطوط جبهه شرق اوکراین هستند این جنرال ناتو از باز بودن مرز روسیه و اوکراین انتقاد کرد و گفت نیروهای نظامی پول کمک تجهیزات و اسلحه به طور کاملا غیرقابل کنترل در حال رفت و برگشت از این مرز هستند و این به هیچ وجه وضعیت خوبی نیست دولت روسیه این اتهامات را رد می کند. خبرگزاری اینترفاکس گزارش داده یک سخنگوی وزارت دفاع روسیه گفته است ارتش روسیه در اوکراین حاضر نیست و شواهدی هم برای اثبات چنین ادعایی وجود ندارد دولت اوکراین و غرب ماهاست روسیه را به پشتیبانی با اسلحه و نیروی نظامی از جدای طلبان شرق اوکراین متهم میکنند اما روسیه این اتهام را نمیپذیرد بوریس لتنیوف یکی از فرماندهان جدای طلبان شرق اوکراین در دونست گفت کاروان های کامیون که دیده شدند متعلق به جدای طلبان هستند و نه ارتش روسیه و افسوده این تجهیزات ساخت روسیه هستند اما ما آنها را موقع جنگ با ارتش اوکراین به دست آورده ایم اینها قنیمت جنگی هستند پیش از آن یوری سرگیوف نماینده اوکراین در سازمان ملل متحد در توییتی نسبت به تهاجم نظامی روسیه هشدار داده بود او نوشته بود معتقدم که سازمان ملل باید هرچه زودتر از برنامه روسیه برای تهاجمی گسترده علیه اوکراین باخبر شود استپان پولتراک وزیر دفاع اوکراین در نشست کابینه این کشور در کیف گفت اوکراین باید خود را آماده جنگ کند او افزود جدایی طلبان و روسیه در حال تقویت نیروهای خود هستند و کیف هم باید آماده مقابله با عملیاتی غیر قابل پیش بینی باشد. شورای امنیت سازمان ملل متحد در 21 ماه آبان ما در نیویورک نشست تازه‌ای برای بررسی اوضاع اوکراین و گزارش‌ها در مورد ورود نظامی روسیه به خاک آن کشور تشکیل داد. سامانتا پاور نماینده آمریکا در سازمان ملل می‌گوید روسیه در مورد صلح حرف می‌زند ولی در عمل بر آتش جنگ می‌افزاید. از سوی دیگر شبکه روسی راشا از قول الکساندر پانکین معاون سفیر روسیه در سازمان ملل میگوید کیف به آتش بس به طور کامل وفادار نیست خبرگزاری آسوشیت پرس میگوید در روزهای گذشته آتشبار سنگینی در شهر دونسک از مرکز اصلی تحت کنترل جدایی طلبان صورت گرفته است شدت این آتشباری طی هفته های گذشته بی سابقه توصیف شده است. ارتش اوکراین اعلام کرد یک نفر کشته و دو نفر مجروح شدند. فرستندهای رادیویی محلی از سنگین درگیری روزهای اخیر سخن گفتند. جدایی طلبان میگویند از آغاز شروع درگیری های مسلحانه در ماه آوریل 2014 حدود 65 میلیون یورو خسارت به شهر دونسک وارد آمده است. روزنامه کیهان با انتقاد از معرفی فخرالدین احمدی دانش آشتیانی به عنوان گزینه جدید وزارت علوم نوشته و پیش از این در پی خارج کردن بسیج از دانشگاه ها بوده است برخی نمایندگان مجلس هم با انتقاد شدید از معرفی آقای احمدی آشتیانی گفتند به وی رأی اعتماد نخواهند داد در همین رابطه علی طاهری سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس نیز گفته است نمایندگان خواستار تجدید نظر از سوی رئیس جمهور در رویه معرفی گزینه‌های وزارت علوم تحقیقات و فناوری هستند. آقای تایری گفته نباید این شاعبه پیش بیاید که برخی فکر کنند چون نمایندگان مجلس به چند وزیر پیشنهادی برای تصدی وزارت علوم رای ندادند، این بار به وزیر پیشنهادی با هر نوع گرایش و کارنامه‌ای رای میدهند. نمایندگان مجلس پیش از این به جعفر میلی منفرد و محمود نیلی احمد وزرای پیشنهادی حسن روحانی برای وزارت علوم رأی اعتماد ندادند. رستم قاسمی دبیر ستاد توسعه اقتصادی ایران، عراق و سوریه گفته قیمت صادرات برق ایران به عراق کمتر از 17 سنت و صادرات گاز 45 سنت است. آقای قاسمی افسود قیمت برق صادراتی ایران به عراق حتی پول گاز تامین شده برای تولید برق را تامین نمی کند. این مقام مسئول همچنین گفته بخش از صادرات ایران به عراق سوپرمارکتی و به منافع ملی نگاه نمی شود. آقای قاسمی درباره سوریه نیز گفته است به پیشنهاد ایران ستاد باسازی سوریه تشکیل شده و تهران در این ستاد نقش اول را بازی می کند. حسین حمدانی یکی از فرماندهان سپاه در جنگ سوریه نیز پیشتر اعلام کرده بود ایران کار بازسازی سوریه را آغاز کرده است قوه قضایی زربل دیگری به دولت حسن روحانی برای فیلتر شبکه اجتماعی تلفن همراه داده است. رمضان علی صبحانی فرد رئیس کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات مجلس با اعلام این خبر گفته وزارت ارتباطات موظف شده در مدت معین اقدام به پالایش محتوای این شبکه های اجتماعی کند. پیشتر نیز قلم حسین محسنی اشهی معاون اول قوه قضایی از تمدید ضرب العجل این قوه به دولت برای پالایش یا فیلتر این ابزارهای ارتباطی خبر داده بود. دولت حسن روحانی و قوه قضایی از ماها پیش بر سر فیلتر شبکه های اجتماعی تلفن همراه دچار اختلاف شدند و این اختلاف ها همچنان ادامه دارد. مسعود رزوانی رئیس پلیس اینترپل ناجا از ممنوع الخروج شدن محمود خاوری رئیس پیشین بانک ملی ایران از سوی دادگاهی در کانادا خبر داده است آقای رزوانی گفته خاوری در حال حاضر در شرایط شبیه حبس در کانادا قرار دارد و پلیس ایران امیدوار است در آینده نزدیک حکم استرداد وی به ایران صادر شود پیشتر نیز اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی گفته بود برای بازگرداندن خاوری از کانادا مشکلی نداریم. محمد رضا خاوری رئیس سابق بانک ملی و از متهمان پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی است. فرمانده نیروی انتظامی و معاون اجتماعی او به ترتیب از 380 و 318 مورد اسید پاشی در سال جاری در ایران خبر دادند. به گفته این دو مقام ناجا انگیزه اسید پاشان و حسادت است و بیشتر عاملان آن هم دستگیر می شوند. اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ناجا روز چهارشنبه 21 آبان ماه در حاشیه همایش پلیس و ارتقای سلامت اداری در جمع خبرنگاران مطالبی درباره اسیدپاشی در ایران مطرح کرد. همزمان معاون اجتماعی احمدی مقدم، سردار سعید منتظر در نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری حضور یافت و درباره اسیدپاشی در ایران و جهان سخن گفت. آقای احمدی مقدم گفت حوادث اسیدپاشی در اسفان به دلیل باستاب رسانه‌ای آن مطرح شده اگر نه در شش ماهه امسال 380 مورد اسیدپاشی در ایران صورت گرفته است این در حالی است که سردار سعید منتظر المهدی معاون اجتماعی نیروی انتظامی روز چهارشنبه از وقوع 318 مورد اسیدپاشی در سال جاری خبر داد آقای احمدی مقدم گفت بسیاری از اسیدپاشی ها از سر کینه و حسادت صورت میگیرد و بدین ترتیب علت انتقامی و روانی دارد همچنین گاهی جوهر نمک یا اسید کلوریدریک روی افراد میریزند یا اسید را رو روی خودرو و اموال میپاشند و همه اسید پاشی ها خطرناک نیستند. سعید منتظر المهدی نیز در گفتگو با ایسنا گفت تعداد اندکی از سوختگی ها به دلیل پاشیدن اسید مربوط به سوختگی با اسید سولفوریک و بخش عمده موارد با اسید کلوریدریک شامل موارد نظیر سوختگی با وایتکس بوده است. آقای منتظر مهدی همچنین گفته عمده ترین انگیزه ای اسید پاشی ها انتقام جوی است. به افزوده در همه جهان این اتفاق می افتد و عاملان آن نیز به طور معمول دارای شخصیت سایکوپات و آنتی سوشال یعنی همان شخصیت ضد اجتماعی بوده و در کودکی نیز افسردگی داشتند. به نظر می رسد که دو مقام ناجا در پی نسبی کردن و کم اهمیت جلوه دادن حوادث اسید پاشی در اصفهان باشند. از اواخر مهر ماه رسانه های ایران اخباری مربوط به چهار مورد اسیدپاشی به زنان در اصفهان را منتشر کردند. چهار زن جوان مورد حمله با اسید قرار گرفتند که یکی از آنها بینایی یک چشمش را به طور کامل از دست داد و بینایی چشم دیگرش نیز تا حدود زیادی کاهش یافت. جامعه شناسان، ناظران مسائل سیاسی و اجتماعی ایران، افکار عمومی و شبکه های اجتماعی وقوع موارد اسید پاشی در اصفهان را در ارتباط با مبارزه با بد هجابی و امر به معروف و نهی از منکر ارزیابی میکنند. چندی پیش از آغاز اسید پاشی ها امام جمعه اصفهان در خطبه نماز جمعه گفته بود کار بد هجابی دیگر از حرف گذشته و باید چوب تر را بلند کرد. این اسید پاشی ها همزمان با بررسی طرح حمایت از آمران به معروف و نهیانه از منکر در مجلس شورای اسلامی صورت گرفت. به گفته دو مقام ناجا پلیس موفق می شود بیشتر متهمان به اسید پاشی را دستگیر کند. اما به گفته احمدی مقدم هنوز متهمی در رابطه با حوادث اسفان دستگیر نشده است. پیش از این نیز برخی مقامات جمهوری اسلامی از بزرگنمایی اسیدپاشی سخن گفتند. برخی از آنان همچنین از باستاب موضوع اسید ها در رسانه ها انتقاد کرده و حتی خواستار مجازات مسئولان رسانه ها شدند. گزارش های رسمی مقامات مسئول جمهوری اسلامی حاکی از بینتیجه بودن تلاش برای یافتن عاملان اسید پاشی هاست. روز دوشنبه گذشته سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران اعلام کرد بر اساس گزارش هیئت اعزامی مجلس به اصفهان اسید پاشایی صورت گرفته در این شهر انگیزه شخصی داشته و به نهی از منکر مربوط نبوده است مهدی طائب رئیس قرارگاه امور گفته جمهوری اسلامی برای انتقال پیام خود به جهان از عملیات استشهادی استفاده کرده و می کند. طائب از جنگ هشت ساله به عنوان آغاز عملیات استشهادی ایران در جهان نام برده است. مقام های جمهوری اسلامی از جنگ هشت ساله عراق با ایران به عنوان یکی از مهمترین عوامل استحکام پایه های نظام اسلامی در ایران نام می برند. آنها بر اساس خواسته روح الله خمینی از سالها پیش به نام سود صدور انقلاب اسلامی در کشورهای فلسطین و لبنان حضور یافته و اقدام به تشکیل و حمایت از گروه های مسلح در این کشورها کردند. در پی فشارهای جهانی به مسئولان ورزش ایران در پیوند با حضور زنان در ورزشگاه ها، یک مسئول وزارت ورزش گفته است این وزارتخانه قسمتی از ورزشگاه را در اختیار زنان قرار می دهد. رباب شهریان معاون ورزش زنان وزارت ورزش و جوانان ایران با اعلام این خبر گفته فشاری به ایران درباره بحث میزبانی مطرح شده که تصمیم گرفتیم تا قسمتی از سالن ها را برای مسابقات در اختیار دختران قرار دهیم که مشکلی هم برای میزبانی ایران پیش نیاید رئیس فدراسیون جهانی والیبال چندی پیش با ارسال نامه ای به رئیس فدراسیون والیبال ایران در اعتراض به بازداشت قنچه قوامی میزبانی مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان را از ایران گرفت و آرژانتین را به عنوان میزبان جدید این مسابقات معرفی کرد. اما نتیجه یک نظرسنجی از 20 هزار نفر در کشورهای توسعه یافته نشان می‌دهد آلمان در دوران جنگ و بحران سنگرگاه امنی به شمار می‌رود. آمریکا و بریتانیا در رده دوم و سوم قرار دارند بیشترین امتیازی که در نظرسنجی موجب پیشتازی آلمان به نسبت سایر کشورها شده کیفیت ورزشی آن در عرصه‌های مختلف است علاوه بر ورزش ثبات سیاسی و استحکام صنعتی و اقتصادی آلمان نیز ملاک داوری بود است بخشی از امتیازات آلمان از نگاه انجمن جهانی پژوهش‌های بازار به دولت صالح و صادق این کشور باز می‌گردد. نتیجه این تحقیق از سوی پروفسور سیمون آنهولد استاد علوم سیاسی منتشر شده است. و اما آخرین خبر اینکه نتایج یک پژوهش نشان میدهد که بیشتر افرادی که در هتل ها اقامت می کنند در پایان اقامت خود چیزی از هتل را با خود میبرند حتی اگر آنچه با خود میبرند شامپو خودکار و یا رو تختی باشد نتایج پژوهش هتل های زنجیره از هتل داران نشان میدهد که کار همیشه به شامپو یا صابون خوشبو ختم نمی شود بر اساس نتایج این پژوهش حوله از اشیایی است که مهمانان هتل به آن علاقه ویژه دارند چوب رختی و قاشق و چنگال نیز از جمله کالاهای قطی از هتل ها قرار دارد با این خبر به پایان این مجموعه خبری میرسیم ممنونم که با ما همراه بودید شب و روز شما خوش